گفته که اگر اختلاف پتانسیل دو سر خازنی را از دو ولت به 14 ولت برسانیم بار ذخیره شده در آن 722 میکروکولون افزایش میابد اگر این خازن را با ولتاژ 20 ولت به طور کامل شارژ کرده و در مدار قرار دهیم دو میلی ثانیه طول میکشد تا همه انرژی ذخیره شده در این خازن در مدار تخلیه شود این انرژی با چه توان متوسطی بر حسب وات در مدار تخلیه شده است بچه هواستون با شما داریم خازن حل میکنیم تو مسائلمون پس آقا کلید حل مسائلمون همشون دست ظرفیت خازنه خب من میدونم اختلاف پتانسیلم دوازده ولت افزایش پیدا کرده از اونور بارم هم هفت و دو اضافه شده خب الان از اینجا من میتونم ظرفیتمو پیدا کنم سی مساویه با چی؟ دلتا کیو روی دلتای وی الان دلتا کیو شما چقدره؟ 72 میکرو کولن تقسیم بر 12. 5 تا 12 تاش که میکنه؟ 60 تا میشه 6. پس 6 میکرو فاراد ظرفیت خازن شماست. قبوله؟ خب الان من وی دارم، ظرفیتم دارم. میتونم برم انرژی رو پیدا کنم. از چه رابطه ی یو مساوی با 1/2 CV2 میگم یک دوم زب داره شیش زب داره ویه شما چقدره؟ 20 ولت 20 به توان دو چهار سد. این با این میره میشه سه سه تا چهار تا هزار و میکرو جول برای شما قبوله؟ خب بچه ها هزار و میکرو جول یعنی دوازده زب در ده به توان منفی چهار جول برای شما قبول تا اینجا خب الان دو میلی ثانیه زمانم داده پس میتونم توان رو به دست بیارم توان میشد چی؟ انرژی تقسیم بره زمان انرژی شما دوازده زب در ده به توان منفی چهار زمان شما چقدره؟ دو میلی ثانیه یعنی دو زب در ده به توان منفی سه از اینجا این دوه با این دوازدهه بره میشه حاصل 6 این با این میره میشه ده به توان منفی یک قبول پس حاصل برابر با 6 دهم وات یعنی چه گزینه‌ای گزینه دو